رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی میگوید که 230 شکایت به کمیسیون ویژه رسیدگی به شکایت‌ها در برابر نامزدان احتمالی متهم به داشتن افراد مسلح غیر مسئول رسیده بودند که از این میان چندین شکایت درباره یک تن بودند و سرانجام 137 شکایت درباره 137 نامزد احتمالی بررسی شدند و در نهایت نام‌های 25 تن از فهرست نامزدان احتمالی مجلس نمایندگان حذف شدند. حدود 37 نفر اخطار گرفتند. کسانی که اخطار گرفتند اسناد و مدارک الهام بخش و مبین این بود که به نحوی در رهبری یا در عضویت گروه مسلح غیر مسئول هستند یا غیر قانونی هستند، اما اسناد کافی برای حذفشان نبود، بنان برشان مهلت داده شده است، در لیست می باشند، اما هر زمانی که اسناد و شواهدی کافی در اختیار کمیسیون قرار بگیره میتونه که کمیسیون اینا را حذف کنه. آقای آریایی میگوید که پس از همگانی شدن این فهرست از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، افرادی که نامهایشان حذف شدند و یا هم هشدار و توصیه دریافت کردند دو روز فرصت استنافخواهی دارند. اما دیدبان شفافیت انتخابات با انتقاد از کار این کمیسیون ویژه میگوید که باید نامهای افراد بیشتر که فعالیت‌های غیرقانونی دارند از فهرست نامزدان احتمالی انتخابات حذف میشدند. نیاز هست که حداقل نیمه از کسایی که در ولسی جرگه افغانستان در دوره 16 عضویت داشتن اینا باید در دوره 17 را نیابند. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که با رسیدن فهرست آنان بیدرنگ نامها را همگانی میسازند. طبعا کسایی که حذف میشه و کسایی که در لیست میمونه هر دویش همزمان اعلام خواهد شد. بر بنیاد گفته های رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، بجز از چیگونگی پیوند داشتن با افراد مسلح غیر مسئول، 67 شکایت دیگر نیز درباره نامزدان احتمالی انتخابات مجلس نمایندگان تا اکنون از سراسر کشور به این کمیسیون رسیده اند.